سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست فتوشاپ خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار فتوشاپ بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای ادیت کنی. خب توی جلسه قبلی با ابزار نوشتن یا تکستمون آشنا شدیم، با اشکال مختلفش مثل کاراکتر و پاراگراف کامل آشناییت پیدا کردیم، اینکه چجوری بتونیم فارسی بنویسیم و نحوه اعرابگذاری رو یاد گرفتیم و اینکه چجوری لایه تکستمون رو به شیپ و پد یا سلکشن تبدیل کنیم و همه مواردی که بود و توی جلسه قبل کامل با همدیگه بررسی کردیم. توی این جلسه در ادامه مبحث تکستمون میخواییم با ابزار وارپ تکست آشنا بشیم که خیلی ابزار جالبی هست، اینکه چجوری بتونیم کارکترمون رو توی مسیر یا پد قرار بدیم یا اینکه پاراگرافمون رو چجوری میتونیم در قالب یه وکتوری قرار بدیم و خیلی حالت قشنگ و پستالی به نوشتمون بدیم. پس اگه دوست داری با ابزار تکستمون به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه اولین بار از ویدیوی منو میبینی حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایکم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای بعدی رو خیلی با کیفیت‌تر برات تولید کنم. خب همونجوری که گفتم می‌خوایم با ابزار وارپ تکست آشنا بشیم، اینکه چجوری کاراکترمون رو توی مسیر و پدی قرار بدیم و یا اینکه پاراگرافمون رو توی حالت قالب وکتوری قرار بدیم و خیلی نوشتمون رو قشنگتر و جالبتر کنیم. خیلی معطلتون نمی کنم، خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. خب من از نوار ابزارمون ابزار تکست رو انتخاب می کنم و اینجا یه کارکتری ایجاد می کنم. من اینجا تایپ می کنم مای آکادمی حسن. یکم نوشتمون رو با ابزار مومون جا به جا میکنم، میارمش اینجا و از پنل کارکترمون فونتش رو عوض میکنم. و حالا مجدد میرم روی ابزار تکستمون و اینجا روی وارپ تکستمون کلیک میکنم. وقتی روی وارپ تکست کلیک کردم اینجا پنجره‌ای برامون باز شد. حتما دقت کنین که روی لایه متنتون باشین و اینجا میتونین استایل‌های مختلفی رو روی متنمون اعمال کنین. من این پنل استایل رو باز میکنم، مثلا روی اولین مورد که آرک هست کلیک میکنم و اینجا میبینیم یه انحنایی بنوشتمون دادش. یه حالت دایره‌ای به متنمون داد که توی تهیه مهر و اینا میتونیم از این موردمون استفاده کنیم. اینجا سه تا گزینه مختلف هم در اختیارمون قرار میده که میتونیم حالت‌های مختلف متنمون رو تغییر بدیم. گزینه اولمون بند هست. مقدار انحنا رو اینجا میتونیم کم و زیاد کنیم. اگه اینو بیارم پایین‌تر میبینیم انحنا رو کم میکنه و از اون سمت به این متنمون انحنا میده و اگه از این ورم زیاد کنم انحنای متنمون رو از سمت بالا زیاد میکنه. مورد بعدیمون هوریزنتال دیستورشن هست که یه حالت بعدی میده به کارمون توی خط افقی. اگه من اینو زیادش کنیم میبینیم که از حالت افقی حالت بعدی به کارمون میده از سمت راست و چپ. من میارمش روی صفر و ورتیکال دیستورشن هم توی حالت عمودی به کارمون یه بعدی میده. من اینم میذارم روی صفر. و موردهای دیگه هم خودتون میتونین تک تک انتخاب کنین، مثلا این فلگ یا حالت پرچمی به کارمون میده و میتونین مجدد از این گزینه‌ها استفاده کنین و انحنای این نوشتمون رو کم و زیاد کنین. و حالا چون وقت این جلسه‌مون خیلی من نمیخوام طولانی بشه، تک تک اینا رو نمیتونم برای شما تست کنم و خودتون با یکم وقت گذاشتن میتونین همه اینا رو امتحان کنین و اگرم نخواستین هیچ کدوم از این حالت‌ها باشه روی این حالت نان میذارین و اوکی میکنین. حالا میخوام بهتون یاد بدم چجوری این نوشتمون رو میتونیم روی یه پدی قرار بدیم. من دوبار روی این نوشتمون کلیک میکنم تا اونو برای من سلیکت کنه و کلید کنترل سی رو از روی کیبورد میزنم تا این نوشته رو برای من کپی کنه. و برای اینکه بتونیم یه پدی ایجاد کنیم از ابزار پنمون استفاده میکردیم که یه جلسه کامل با هم دیگه صحبت کردیم و اگه اون جلسه رو هم ندیدی من لینکش رو برات
بالای صفحه قرار میدم و میتونی بعد دیدن این ویدیو از قسمت پایین دیسکریپشنمونو ببینی و کامل با پد و پن آشنا بشی. من اینجا یه کلیکی میکنم، یه مسیری اینجا میخوام درست کنم، میام اینجا و با ابزار پنمون اینجا یه مسیری درست میکنم و کلید آلتو نگه میدارم تا یکی از این مماسا برای ما هست شه و یکم دورتر میتونم یه ادامه یه مسیرمونم مشخص کنم. حالا وقتی ابزار تکسمون رو انتخاب کردیم کافیه بیایم روی این پدزمون تا شکل موسمون تغییر کنم و اینجا اگه من یک کلیکی کنم یک کارکتری روی این مسیر یا پدمون ایجاد میکنه. من کلید کنترل وی رو میزنم تا اون نوشتمون رو اینجا پیست کنم و مواردی که هست رو براتون توضیح بدم. الان توی پنل لیرمون یه لیر جدید به عنوان این تکسمون قرار داده و اگه من توی پدزمونم برم اینجا یه پدز جدیدی برامون ایجاد کرده که میتونم تغییراتی که میخوام روش اعمال کنم. و اگه یادتون باشه پدزمون رو با ابزار دایرکت سلکشن میتونستیم جابجا کنیم. اگه ابزار دایرکت سلکشنمون رو انتخاب کنم و بیام روی متنمون ببینیم که این نشانگرمون فرق کرد. اگه بیام انتهای متنمون الان اون فلشمون به سمت متنمون هست و این قسمت رو میتونم یکم بکشم تا کامل متنمون رو اینجا اضافه کنه. حالا میتونم اونو به راحتی توی این مسیرمون جابجاش کنم، جلو و عقب ببرم، یا حتی اگه بیام پایین خطمون متنمون رو میاره پایین خطمون قرار میده، یا یعنی اینکه میتونم روی این مسیرمون کلیک کنم الان و این نقطه ها رو یکم جابجا کنم و مسیرمون رو میتونیم ادیت کنیم یکم. میتونم این مسیرمونم به هر شکلی که میخوام تغییر بدن، حالت منحنی رو تغییر میدیم، همینطوریم متنمونم کامل روی این مسیر جابجا کنیم و هر جایی که خواستیم قرارش بدیم. خب من این لایه متنیمونو میبرم بالاتر قرارش میدم کنار اون یکی نوشتمون. لایه جدیدی ایجاد میکنم و یه شیپی میخوام ایجاد کنم. میرم توی ابزارامون و از الیپسمون مثلا استفاده میکنم. اینجا دقت میکنم روی شیپ باشه و کلید شیفت رو نگه میدارم و اینجا یه دایره ایجاد میکنم و میتونم اینجا فیل و استروکش هم بردارم. فعلا هم فیلمون رو برمیدارم هم استروکمون رو و از ابزار تکسمون اینجا یه پاراگرافی تشکیل میدم. یکم سایز متنمون رو کوچیک میکنم اینجا و مثلا میتونم از قسمت پاراگرافمون فول جاستیفایش کنم و با کنترل سی و کنترل وی این متنمون رو چند بار پیست میکنم تا اینجا متنمون به صورت زیادتری ایجاد بشه و همه رو سلکت میکنم و کنترل ایکس رو میزنم تا این متنمون رو کات کنه. پنجره پاراگرافمون رو میبندم، میرم روی الیپسمون قرار میگیرم و وقتی ابزار تکسمون سلکت شده باشه وقتی میام روی شیپمون هم میتونم روی این دایرمون الان متنمون رو کپی کنم. میبینیم شکل موسمون عوض شد و هم اگه بیام داخلش میتونم یه کلیکی کنم و اینجا متنمون رو پیست کنم. اینجا الان میتونم مجدد متنمون رو یه مقداری کوچیک‌تر کنم. راحت میتونیم متنمون رو ادیت کنیم و الان مثلا روی اون مای آکادمی من میرم و اونم کپیش میکنم مجدد، کنترل سی رو میزنم و میام روی این الیپسمون و حالا اگه برم دور این دایرمون روی این محیط خارجی دایرمون کلیک کنم میتونم این متنمون رو اینجا پیستش کنم. و همونطور که گفتم با دایرکت سلکشن هم به راحتی میتونیم اونو جابجاش کنیم. من میام اینجا و به راحتی رو این دایره اگه کلیک کنم این دایره ای که انتهای متنمون هست میتونم جاش رو تغییر بدم، مثلا بیارمش قسمت بالای دایرمون و به همین راحتی میتونیم داخل شیپ یا خارج شیپمون هر متنی که خواستیم قرار بدیم. الان من میتونم روی شیپمون کلیک کنم و مثلا اینجا یه فیلی بهش بدم، از این قسمت پالت رنگمون یه رنگی رو انتخاب میکنم، مثلا میرم توی قسمت آبی رنگمون یه آبی کم رنگی رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم، مثلا یه کپی دیگه از این دایرمون میگیرم،
آوردمش لایه بالاییمون قرار دادم و حالا میتونم مثلا فیل اینو خالی کنم و یه استروک بهش بدم، استروک مثلا قرمز بهش میدم. یکم هم میتونم اونو استروکمونو بزرگتر کنم، مثلا میارمش تا این حد و با کنترل تی هم میتونم سایزشو تغییر بدم. کلید آلتو من نگه میدارم تا دایرمون از وسط بزرگ شه و میتونم مثلا بیارمش خارج متنمون قرار بدم و یه حالت مهری اینجا به کارمون بدیم. باز برای اینکه قشنگتر بشه من ابزار موومون رو انتخاب میکنم، روی این متنمون کلیک میکنم تا اون انتخاب بشه. از پنل کارکترمون میتونم فاصله بین حرفامون رو زیادتر کنم و دوباره با دایرکت سلکشن میتونم این متنمون رو یه ذره بچرخونم. و فرمای مختلفی که میتونیم به این کارامون بدیم و با شیفای مختلف شما خودتون میتونین رو امتحان کنین و حالتهای مختلفی به متنتون بدین و یه حالت پستالی و قشنگی به متناتون اینطوری میتونین بدین. یعنی که مثلا میتونم برم توی کاستوم شیپ تولزمون و اینجا از شیپ هایی که هست یا خودمون به فتوشاپ اضافه کردیم که کاملا درباره شیپ ها و نحوه اضافه کردن شیپ هم با هم دیگه یه جلسه صحبت کردیم و من لینک اون جلسه رو الان بالای صفحه براتون قرار میدم. میتونیم یه شیپ اینجا بیاریم، مثلا من میرم توی قسمت انیمالزمون و اینجا این فیدمون رو انتخاب میکنم، میارم اینجا به صورت یه شیپی اضافهش میکنم، کلید شیفت رو نگه میدارم تا به صورت متناسبی بزرگ بشه، فیلش رو من خالی میکنم، استروکش هم مثلا مشکی میذارم باشه و وقتی ابزار تکستمون رو انتخاب کنم و برم داخل این شیپمون کلیک کنم، اینجا میبینیم که متنمون رو میتونیم راحت توش قرار بدیم. حالا من سایزش رو یه مقداری کوچیک‌تر میکنم و میتونم با کنترل سی و کنترل وی متنمون رو همه جای این فیلمون پیست کنم و حالا مثلا میتونم وسط چینش هم کنم ببینیم به چه صورتی در میاد و میتونم روی این شیپمون الان کلیک کنم و روی کاستوم شیپمون اگه برم میتونم استروکش هم بردارم و حالا اگه مثلا روی ابزار مووومون کلیک کنیم میبینیم فیدمون به چه صورتی در اومد. فتوشاپ یکم خلاقیت و ابتکار میخواد. حالا اینجا متنمون خیلی مهم نبود، من میخواستم این شیپمون رو با یه صورت تکست یا نوشته‌ای در بیارم و میتونیم حالتهای مختلفی و با این ابزار تکستمون الان دیگه کار کنیم و روی هر مسیر یا وکتوری که خواستیم میتونیم نوشتمون رو قرار بدیم و یه حالت زیبا و پستالی به این نوشته هامون بدیم. خب اینم از وارپ تکست و همه مواردی که درباره ابزار نوشتن یا تکستمون بود و من سعی کردم کامل براتون توضیح بدم، اینکه چجوری نوشتمونو روی مسیر یا پدزی قرار بدیم، چجوری اونو داخل یه وکتور یا شیپ یا روی اون شیپمون قرار بدیم. حتما باید خودت تمرین کنی همه این مواردی که گفتم و وقتی باهاش کار کنی 100% دستت میاد. خلاقیت هم حتما باید داشته باشی، مثل اون حالا مثال آخری که من زدم روی اون فیلمون نوشتمونو قرار دادیم و به صورت یه شیپ خیلی جالبی اونو درش آوردیم. اگر از این ویدیوی من خوشت اومده حتما کانال منو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با فتوشاپ هم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این جلسه آموزشیمون رو دیگه خیلی طولانیش نمی‌کنم تا آموزش بعدی فتوشاپمون. خدا نگهدار.